سلام و درود. دوستان خوبم، در دنیا هر روز اتفاقات بسیار جالب و دیدنی رخ می‌دهد. بعضی از این اتفاقات ما را می‌خنداند و بعضی از این اتفاقات باعث می‌شود تا نگرانی‌ها در ذهن ما ایجاد شود. در این ویدیو قرار است برای شما اتفاقاتی را نشان بدهم که شاید هیچ موقع ندیده باشید. اما قبل از اون لطف کرده کانال شهر تیوی را سابسکرایب کنید تا همیشه این گونه گزارش‌های خوب را بیننده باشید. دوستان عزیز، اذیت یا تمسخر را که همه ای ما روزانه در زندگی روزمره ما شاهد هستیم، ولی این پسری که باشنده جامائیکا می باشد ادعا دارد که جین او را همیشه اذیت می کند. بعد از اینکه این پسر این موضوع را با فامیل و اطرافیان شریک می سازد، همه به جای اینکه با او همدردی کند او را تمسخر می کند. اما برای اینکه حرفای این پسر را باید جدی بگیریم، چند فیلم کوتاه را برای شما آماده کردم. اینجا ببینید که این پسر در حال حرف زدن است، اما چی اتفاق میفتد؟ خودتان تماشا کنید. اینم یک از دیگر ثبوت هایی که ثبت کامره شده است. دوستان خوبم، نظر شما در مورد این قضیه چیست؟ از نگاه شما آیا این واقعیت دارد یا اینکه این پسر تمثیل میکند؟ دوستان، استفاده از لیفت یا آسانسور همیشه خوشایند نیست. خیلی از ما ترس از این داریم که هنگام استفاده از آسانسور شاید اتفاقاتی ناخوشایند رخ بدهد. همیشه در این فکر هستیم که شاید در وسط راه برق قطع شود. شاید هم در این فکر می باشیم که شاید ریسمان آسانسور قطع شده و باعث مرگ ما شود. در اینجا ببینید که این شخص که میخواست با استفاده از آسانسور به منزل بالا برود، ناگهان دروازه این آسانسور بسته شده، با آسانسور به سرعت به طرف بالا شروع به حرکت می کند. این شخص که خیلی ترسیده بود، همه شماره های آسانسور را فشار می دهد که شاید در یکی از منازل بالا متوقف شود، اما آسانسور همچنان با همان سرعت بالا به سمت بالا به حرکت می باشد تا اینکه به سقف این بلند منزل برخورد کرده و خاموش می شود. بعد از این اتفاق گفته می شود که این شخص به شدت زخمی شده بود، ولی جانش را از دست نداده است. این شخصی را که می بینید در کشور ایتوپیا زندگی می کند. این شخص یکی از نترسترین مردهای این کشور شمرده می شود که هفته یک بار شبانگاه در وسط جنگل رفته به کفتارها غذا می دهد. این شخص حتی در هنگام غذادهی با کفتارها شوخی می کند، ولی این کفتارها هیچ ضرری به او رسانده نمی تواند. واقعا دوستانی عزیز، تاریکی شب وسط جنگل و رفتن در میان تعداد زیادی از حیوانات وحشی نشان دهنده شجاعت و دلیری این مرد می باشد. دوستان خوبم، همیشه گفته می شود که پیشک ها دوست دارند در جاهای بلند بنشینند، اما در این صحنه می بینیم که این پسر با مادرش که می خواست با طیاره کوچکشان یک گشت در آسمان شهر بزند، ناگهان شاهد پیدا شدن پیشک در بالای بالهای این طیاره می شویم. در ابتدا این دو نفر متوجه این پیشک نمی شوند، ولی وقتی که متوجه می شود به زودترین فرصت دوباره طیاره را به زمین هدایت می کند. بعد از نشست این طیاره، آن شخص این پیشک را گرفته و از طیارهشان دور می کند که دوباره چنین اتفاقات ناخوشایند برایش رخ ندهد. دوستان، خیلی از انسانها دوست ندارند که در هنگام سردی زمستان حمام کنند، اما این شخص می خواست که کاری خیلی عجیب و غریبی را انجام می دهد. او در جای می رود که به خاطر شدت سرمای زمستان سطح آب را یخ گرفته بود. ابتدا این شخص دو سوراخ می سازد، یکی برای اینکه از آنجا داخل آب شود و دوم برای اینکه از آنجا بیرون بیاید. در این هنگام به دوست دخترش می گوید که از این حرکت جالبش باید فیلم گرفته شود. وقتی آن مرد داخل آب سرد می شود، همه چی به درستی پیش می رود، ولی در وسط آب بازی این شخص سوراخ دومی را گم می کند. بعد از گم کردن سوراخ، سرگردان شنااش را ادامه می دهد. بالاخره بعد از گردش به سمت های مختلف به سمت سوراخ اولی رفته و از آنجا بیرون می آید. اما جالبیت این ویدیو این است که در جریان این همه بدبختی ها، این دختر حتی کوشش نمی کند که یک بار به او کمک کند و به فیلم برداریش ادامه می دهد. دوستان عزیز، در اینجا دو صحنه زیبا از کمک حیوان به حیوان را برایتان آماده کردم. ببینید و نظرتان را در کامنت نوشته کنید. حوادث طبیعی در همه جا رخ می دهد، اما بعضی از اشخاص در این باور هستند که جان برود ولی مال نرود.
در اینجا میبینید که بعد از شدت باران همه جا را سیل گرفته است و هر کس در این تلاش است که جانش را نجات بدهد. ولی این شخص را ببینید که اصلا در فکر زندگیش نیست. در دیدی اول شاید این گونه فکر کنید که گویا این شخص با کمک موتر میخواهد خودش را نجات بدهد، ولی اگر دقت کنیم میبینیم که قضیه کاملا برعکس است. این شخص به جای زندگیش موترش را بیشتر دوست دارد. من شخصا نفهمیدم اگر زندگی و جان این مرد نباشد پس موتر را چی میکند؟ شما این ویدیو را تماشا کنید و نظرتان را در مورد این ویدیو در کامنت همین ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. شما از تماشای این ویدیو لذت ببرید و مرا اجازه بدهید تا از خدمت شما مرخص شوم. تا ویدیوی بعدی خدا یار و مددگارتان.